أستاذ محترم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من باشين در فضائي كحسين الحمد لله الله تعطي بات نفسه بندگی ما را هم قبول بکنه. الهی آمین. سوال اینجاست استاد که در رابطه با مسئله چی میخواستیم سم درست و که درستش طریقه درست ادای عمره را اگر بر ما لطف بکنین و توضیح بدین. گرچه سوال نشه ولی میفهمم که در ایراد صحبت شما هست. شما مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم الله تبارک و تعالی در هر جای که هستی شما را موفق و معید و سرفراز و سربلند داشته باشه و طاعت عبادات همه ما شما را قبولی درگاه خود بگرداند. عمره یکی از جمله عبادات بسیار مهم و با ارزشی است و هر انسان آرزوی ادای عمره را دارد. مسلمان ها هدف و مقصد من است. و گرچه که بسیاری در ازهان مردم گاه وقتی بعضی مثال مطرح میشه و بعضی کسای مثال مطرح میکنن که مردم رو در شک بیندازن، یعنی به طور مثال میگن اگر به حج فرضی نروید عمره صحیح نیست. این حرف کاملا اشتباه و بی اساس هست. برای کسی که ادای حج فرضی مقدور هست تلاش بکنه که حج فرضی رو انجام بده، اما برای کسی که حج فرضی مقدور نیست، در توانش نیست یا زمینه برش مساعد نیست، برای ادای عمره باید تصمیم بگیره. و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که عمره میکند الله تبارک و تعالی گناهانش رو بخشش میکند. حتی گرچه عمره درجاتی داره، در ماه مبارک رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده کسی که در رمضان عمره میکند گویا همراه من محمد صلی الله علیه و سلم عمره را به جا آورده. بنابراین عمره یک قضیه بسیار مهم است، اینو نباید دست کم بگیریم. و در قرآن هم مطرح است، در کنار هم ذکر شده و اتم الحج والعمره لله، حج عمره در دوش و دوش یک دیگر ذکر شده. خب بحث حج فرضی بحث جدا است، اما شیوه ادای عمره خیلی سهل و آسان و بسیار به شکل راحتی عمره ادا میشه. شما وقتی که از مثلا کشورهای مختلف مردم به اینجا برای ادای عمره میای، غالبا مردم افغانستان یا از میدان هوایی کابل احرامش بسته میکنن یا از دبی بسته میکنن احرامش برای ادای عمره. اول پیش از اینکه احرام ببندی، اگر زمینه مساعد باشه، غسل میکنید، وضو میگیرید مثل وضوی برای ادای نماز. به بعد احرامتان رو بسته میکنید و از اونجا نیت عمره میکنید. نیت یعنی شرط و فرض نیست که شما در زبان عربی مسلط باشید، همین که در هر زبان، انگلیسی، اردو، پشتو، فارسی، هر لسانی که باشه، پروردگارو من نیت ادای این عبادت بزرگ دارم، عمره را، خدای این عمره را بر من آسان بگردان. به بعد از اینکه احرامت بسته کردید، دو رکعت نماز میخوانه سنت است. به بعد حرکت میکنید طرف به اصطلاح عربستان سعودی یا سرزمین حرمین شریفین. زمانی که شما وارد حرم شدید در حال احرام، البته چند نکته مهم است که بعض عزیزان در وقت احرام بسته میکنن نمیدانن معنای احرام. احرامی که بسته کردی یعنی همه چیز برایت حرام میشه دیگه، حتی ولو حق نداری جانت بخارونید دیگه، چیز خو مثال خو خیر سر جایش باشه، بزیر مد نظر نمیگیرن. وقت وارد مسجد حرام شدید، شما از قسمت حجر الاسود از او طرف به اصطلاح اینجا گرچه گروپ های سبز است، مشخص است، از او طرف شما شروع میکنید طواف را. اولا طواف را اول از اونجا شروع میکنید، 7 مرتبه دور خانه طواف میکنید دقیق. اگر کسی شکی برش پیش آمد، مثلا که ممکن کمتر شده باشه، میتونه یک طواف اضافه هم بکنه. یعنی به هر حال، یعنی 7 مرتبه باید کم نشه. 7 مرتبه طواف میکنید و در اثنای طواف هر دعایی که بلدید به هر زبانی که بلد هستید میتونید بخونید، هیچ مانعی شرعی نیست. یعنی شرط نیست شما فقط با زبان عربی دعا بکنید. و از جمله دعایی که همه ما بلد هستیم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، این دعایی است که غالبا بهتر است و به اصطلاح فضیلتش بیشتر است که در هنگام طواف خوانده بشه. 7 مرتبه طوافتان که تمام کردید، یعنی اول احرام، بعد از احرام میایید طواف، 7 مرتبه طواف انجام میدهید. بعد در او قسمت خانه شما میبینید به نام مقام ابراهیم یاد میشه اونجا، در اونجا دو رکعت نماز میخوانید. اگر نزدیک بود یا به اصطلاح زمینه مساعد بود در پهلوی مقام ابراهیم، اگر نبود در هر اطراف جدو نزدیکای مورو که بخوانی به اصطلاح همو جمع مقام ابراهیم محسوب میشه. بعد از اینکه دو رکعت نماز اونجا خواندید، یعنی اول احرام، دوم طواف، سوم نماز در مقام ابراهیم، بعد از او از آب زمزم استفاده میکنید و بعد میروید به سعی بین صفا و مروه. از صفا شروع و مروه ختم میشه، یعنی 7 مرتبه سعی بین صفا و مروه را هم انجام میدهید. در وقتی انجام سعی بین صفا و مروه، در اونجا
هم عیناً هر دعایی که بخوانید الله قبول میکنه. میتونید هم به حق خودتان، فامیلتان، برادران مسلمانتان برای نجات کشورتان دعا بکنید. وقتی که سعی بین صفا و مروه هم ختم کردید، بعد زنها میتونن مقدار بسیار کم از موی سرشان را قچی بگیرن، از احرام بیرون میشن، یعنی به اصطلاح عمره اونها تکمیل میشه، احرام خود را بشکنن. و مردها هم میرن به اصطلاح یا سر خود را تراش میکنن یا قصر میکنن، هر دویش صحیح است. هم اگر کم بکنن موی سرشان هم درست است، هم اگر بتراشن هم درست است، هر دویش از لحاظ شرعی مانعی نداره. و بعد این میشه یک عمره مکمل، یعنی با این ترتیب شما میتونید عمره را انجام بدهید. خب بعد از این باز دیگه کاری که انجام میدهید، میرید طواف میکنید، نماز میخوانید، قرآن تلاوت میکنید، ذکر تسبیح و تهلیل میکنید. بعضی کسا میرن باز دوباره احرام میبندن بیرون سرزمین حرم، جایی به نام التنیم یا مسجد حضرت عایشه میگن، بعد میان باز دوباره عمره به جا میکنن. و نگفته نمانه که از جای پدر، مادر، دوستانتان میتونید که هم طواف کنید هم عمره انجام بدهید، به اجر پاداش برای اونها ببخشید. یعنی بنابراین این طریقه بسیار ساده ادای عمره، اول غسل میکنیم، بعد احرام ما رو میبندیم. در هر جایی که مثلا کشورها مختلف است، ما گاه وقتی در کابل دوستا احرام میبندن، گاه وقتی در مثلا دبی احرام میبندن، میدان بین المللی دبی. وقتی که احرامتان بسته کردید، با نیت عمره، با ذکر و تسبیح و تحلیل میایید تا وارد حرم شوید. از طرف حجر الاسود شروع میکنید، هفت مرتبه طواف میکنید، بعد از هفت مرتبه طواف بعد در مقام ابراهیم دو رکعت نماز میخوانید، بعد از آب زمزم استفاده میکنید و بعدن میری سعی بین صفا و مروه را انجام میدهید. خلاص خود از احرام میکشید و این میشه یک عمره و اجر و پاداش بی نهایت زیادی داره. خب نکته دیگه اینجا قابل تذکر، بعضی دوستان فکر نکنم خب اگر این آب زمزم اول بنوشید یا مثلا آخر بنوشید تغییر چی حالا داره، ارتباطی نداره. این ترتیبی که بس به سنت اومده و همون ترتیب ذکر شده ما به شما گفتیم، یعنی شما میتونید بار اولم که آمدید آب زمزم استفاده کنید، کلا مانعی نیست. و در وقت نوشیدن آب زمزم هم دعا قبول میشه، دعا بکنید هم به حق خودتان. در وقت نماز در مقام ابراهیم دعا قبول میشه، در وقت طواف در مجموع دعا قبول میشه، در بار اول که شما چشمتان به خانه میفته در اونجا دعا قبول میشه، دعا بکنید. موفق و معید باشید. السلام علیکم.